از اسلام آباد با ما همراه میشه تا در همین رابطه ازش بپرسیم که نگرانی های سازمان ملل از وضعیت اقتصادی و حقوق بشری افغانستان چه هستند، از چه چیزی نگرانند. بیشتر توضیح بدم. خب، سازمان ملل اعلام کرده که نگرانی اصلی است که بیش از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و بیشتر کودکان و زنان افغانستان آسیب پذیر هستند. زنان و دختران در نقاط دوردست افغانستان و حتی در مراکز شهرها به کارشان رفتن نمیتوانند و حالا کسانی که سرپرست خانواده هایشان بودند در واقع برای خانواده هایشان نان می آوردند، آنها حالا بیکار هستند و طالبان وضعیت را آنچنان سخت برشان کرده که حالا نمیتونن آنها برشان غذا پیدا بکنن. ولی کودکان افغانستان با وضعیت دشوار سپری میکنن. گفته که جهان باید هر چه زودتر حالا در داخل افغانستان اقدام بکنن و بحث های سیاسی را کنار بگذارن. اونچه که حالا مردم افغانستان نیاز دارن کمک انسانی هست و در واقع کمک های اقتصادی است که مردم افغانستان در زمستان پیشرو که حالا نزدیک است و هوا افغانستان داره سرد میشه و در نقاط دوردست هم کمک رسانی هم دشوار است، باید کمک بکنن. و در واقع حالا مردم افغانستان همه انتظار این را داره که جامعه بین المللی و کشورهای همسایه و سازمان های جهانی اونا را کمک اقتصادی بکنن. و گفته که حالا بحث مشکل اساسی است که حالا پروازها به افغانستان متوقف است، پروازهای تجاری و نمیتونن کمک‌ها را به صورت زودتر به افغانستان انتقال بده و حالا نیاز است که بیشتر جهان کمک‌ها را پول نقد را در اختیار نهاد قرار بده و تا اینا بتونن به افغانستان کمک بکنن. همچنان از حکومت طالبان خواسته که باید زمینی توزیع کمک را در افغانستان فراهم بکنه. هرچند گفته گفتگوهای مثبت با طالبان داشته، ولی هنوز هم نگرانن که زنان و دختران به کارشون رفتن نمیتونن و این چالش اصلی هست. هفته قبل هم معاون سازمان ملل در امور پناهندگان که برای اسلام آباد آمده بود گفت که بیش از 35,000 شهروند افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان به ایران، تاجیکستان و پاکستان آواره شده و این وضعیت در زمستان پیشرو بیشتر خواهد شد که هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان شهروندان افغانستان با مشکل جدی روبرو خواهد شد. خب امان، خیلی کوتاه هم اشاره کنیم، وضعیتی که تو تعریف کردی از افغانستان چقدر مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته برای اینکه کمک کنه؟ سازمان ملل گفته که 600 میلیون دلار نیاز داره که در چند ماه آینده به مردم افغانستان کمک بکنه و هرچند گفته که کشورها و نهادهای بین المللی گفته که بیش از 1 میلیارد دلار کمک میکنن و گفته از این کمک های و عدد داده شده هنوز 35% در واقع کمک شده و به دست این نهاد رسیده و این بسنده نیست و باید پول نقد در اختیارشون قرار بگیره و کشورها باید اونچه که در گفتار میگه باید عمل بکنن تا در کنار مردم افغانستان استاد بشه و اونچه که حالا بحث بر رسمیت شناختن حکومت طالبان به یک طرف، ولی کمک انسانی و کمک بشری حالا باید در اولویت کشورها باشه. امانه فرهنگ در اسلام آباد، ممنونم از تو.